پسری را که دوست داشتم وقتی با کسی دیگر ازدواج کردم مرا با دخترم یک جا فرار داد. نویسنده فرشته غنی، میزبان شما اجمل غفوری. سلام و عرض ادب دارم و آرزو دارم تا صحت و عافیت باشین. قبل از آغاز داستان خواهشمند استم تا چینل افغانستان جورنال را سابسکرایب کرده و دکمه زنگ را هم فشار بدین. اگر شما عزیزان خوبان علاقمندی دارین تا داستانهایی را برای ما بفرستین، میتونین از طریق ایمیل آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان جورنال برای ما ارسال بکنین. ما به خاطر حفظ حریم شخصی افراد از گرفتن نام و آدرس اصلی آنها خودداری میکنیم. اینک آغاز داستان. وقتی در ولایت پکتیا زندگی میکردیم، تازه 18 ساله بودم که با پسری روبرو شدم. با وجودی که در ولایت ما حرف زدن با پسرها جرم پنداشته میشود، اما با آن هم ما چون تازه جوان بودم با او پسر حرف زدم. بار اول که دیدمش دلب جوی فرشاره می ششتم که او آمد و با ما هم صحبت شد. برم بیگانه به نظر رسید. گفتم اطمان میمان کسه است. از امین رو چند لحظه با او صحبت کردم، اما بعدتر که معلوم شد او مهمان نیست و پسر وکیل منطقه است. از او فاصله گرفتم، اما او از ما دست بردار نبود. هر از گاهی در وسط رایم استاد می شد و کوشش می کرد با ما حرف بزنه. یک مدت از او دوری کردم، اما بعدن برم اخطار داد که اگر با او حرف نزنم به همه در مورد ما خواد گفت. ما از برادرها و پدرم خیلی می ترسیدم. از امین رو بعد از امو اخطار مجید با او پنهانی قرار می گذاشتم و صحبت می کردم. در می مدت ما عاشق مجید شدم و مجیدم به نظر می رسید مرا دوست داره و می خواست به خانه ما خواستگار بفرسته. هر دو به این موافقه رسیدیم که بهترین را همی بوده می تانه که با هم ازدواج کنیم. مجید با خانواده صحبت کرد. اونا موافقت کردن و به خانه ما به خواستگاری آمدن. وقتی یکی دو بار اونا به خانه ما آمدن، پدرم مخالفت کرد و گفت پدر مجید رشوت خور است. از امضا کردن هر سند پیسه می خواهد. از امین رو ما دخترم به خانه به ازدواج نمیتوم که اونا مال حرام بخورن. با این حال دیدارهای پنهانی ما و مجید هنوز ادامه داشت. آخرین باری که پدرم با خانواده مجید رفتار نادرست کرد و به اونا توهین کرد، پدر مجیدم عصبانی شده به پدرم گفته بود اقدر که در فکر آبرو و عزت خانواده هستی که نمیخوایی به پسرم دخترت بیتی، پس مواظب دخترت باش که همراه پسرای مردم عشق بازی نکنه. ما خب بر حفظ آبروی شما به این ازدواج موافقت کردم. حالا که تو به ما توهین میکنی، پس باید بفهمی که دختر خودت عاشق پسرم شده و هر روز در نزدیک لب جوی همدیگر میبینن. وقت پدرم به خانه آمد، من مصروف نان پختن بودم. یک بار به داخل تندورخانه آمد و چوب را گرفت و بلت و کوب کردنم شروع کرد. می گفت دختر بی حیا، من می لحظه تو را می کشم. تو نام مرا در بین منطقه بد کردی. امرای بچه وکیل عشق بازی را انداختی. برم آبرو و عزت نماندی. من هرچی داد زدم و فریاد کشیدم، کسی حرف مرا قبول نکرد. پدرم تا دلش خواست مرا لتکوب کرد. وقت مادر کلانم آمد مرا از چنگ پدرم رها کرد. با مادر کلانم به اتاق رفتم، بسیار گریه کردم. پدرم دوباره از خانه برآمد. عصر روز بود که از بیرون به خانه آمد. به همه گفت سبا صبح صبرینا را به میرویس نکاح میکنم. ای فیصله مست و هیچ کس نمیتونه مانیمم شوه. میرویس پسر کاکایم بود که زن و سه کودکم داشت. ما خیلی گریه و عذر کردم که چنین کار در حقم نکنین. کس صدای ما نشنید. شب همه شب گریه کردم.
تصمیم داشتم با مجید فرار کنم. اما اتاق از پشت سر قفل کرده بودن. صبح زود بود که مادرم آمد. لباسهای جدید برم آورد که بر نکاح آماده شوم. اما من گریه میکدم که نمیخوایم با پسر کاکایم ازدواج کنم. مادرم یک سیلی محکم به صورتم زد و گفت دختر بی حیا، امرای او بچه نامت بد نمیکدی که حال به این رقم عروسیت نمیشد. من گفتم مادر، کار بد نکدیم. او بچه را دوست دارم و هر قسمه که باشه باید همراه او ازدواج کنم. صدای ما برادرم شنید. به اتاق آمد و تا که دلش خواست لط و کوبم کرد. مادرم کشید و دوباره دروازه اتاق سرم بسته کرد. دو ساعت بعد دروازه دوباره باز شد. دختر کاکایم، مادرم و خواهرم به اتاق آمدن. شال سبز رنگ به سرم انداختن. یک پسر کاکایم آمد و گفت پدر وکیلت کیست؟ من هیچ جواب ندادم. چند بار همی جمله را تکرار کرد. بالاخره مادرم صدا زد که برادر کلانش پدر وکیلش است. مدت یک ساعت این سه نفر با ما بودن. بالاخره دختر کاکای کوچکم آمد و گفت تبریک باشه، نکاح بسته شد. بدون اینکه رضایت و عدم رضایت مرا بپرسن، نکاح انجام شد. مادرم بزور لباسهای من تبدیل کرد و مرا روانه خانه پسر کاکایم کرد. در خانه کاکایم رسم کنایه گفتن خیلی زیاد بود. از لحظه ای که پا به خانهشان ماندم، به ما کنایه گفتن تا زمانی که مرا به اتاق عروس و داماد بردن. وقت داخل اتاق شدم، انباقم داخل اتاق بود. در یک کاسه آب داغ امرای خود داشت. او را به صورتم ریخت. صورتم شدیدن سوخت. چیغ زدم. دختر کاکایم آمد. انباق ما از خانه کشید و به ما گفت زیاد چیغ نزن. نمردی. در حالی که صورتم خیلی سوزش میکرد خاموش شدم. حالا هر آنچه که به سرم میامد برم فرق نمیکرد. چون با کس ازدواج نکده بودم که به خواست خودم باشه و این کار قبول داشته باشم. وقت شوهرم به اتاق آمد میخواست نزدیکم شوه و به بدنم دست بزنه که من مانع ای کارش شدم. او مرا لط و کوب کرد و گفت شنیدیم زیاد گلا را به آب دادی. مگر متوجه باشی که نام مرا بد نکنی که باز از ریشه نابودت میکنم. نه برات پدر میمونم و نه بیادر. من هیچ چیز نگفتم. او امرایم به صورت وحشیانه رابطه گرفت و مرا به حال خودم رها کرده از اتاق برآمد. چند لحظه بعد دوباره آمد و سیگرت پر از چرس دود کرد. ترس و وحشت از پسر کاکایم مرا به خواب نماند. تا صبح بیدار بودم. صبح هم باید وقت‌تر می‌رفتم و کار خانه را انجام می‌دادم. ما چون به خانه کاکایم قبل از این رفت آمد داشتم و با تمام خانهشان بلد بودم، رفتم و به همه چای و صبحانه آماده ساختم. اما با این حال هم کسی از من خوش نبود. روزا و شبها همونطور سپری می‌شد. انباق ما هر موقعی که برش مساعد می‌شد کوشش میکرد به ما ضرر برسانه. زن کاکا و دخترای کاکایم هم بسیار امرایم زد میکدن و کنایه میگفتن. فقط وقت مادر کلانم از خانه ما به اینجا میامد و مدت یکی دو ماه ایجا زندگی میکدن، کوشش میکرد اوضاع را کنترل کنه و کسی را اجازه نده که مرا زیاد سرزنش کنه. مادر کلانم یک مدت خانه پدرم میبود و یک مدت هم اینجا میامد. از طفولیت متوجه همین موضوع بودم. خودش میگفت که من پشت نواسایم دق میشم. نمیتونم نزدیک یک بچه‌م برامیشه زندگی کنم. وقتی مادر کلانم میامد کم نفس راحت تر میکشیدم. از طرف هم به شمول شوهرم هر چهار پسران کاکایم با یکی از اقوام دیگه دشمنی داشتن. در یک تیراندازی یک پسر جوان منطقه بالا را کشته بودند. از این خاطر این دشمنی ها هیچ رای حل نداشت. در خانه ما هم تفنگ و تفنگچه نگهداری می شد. مادر شوهر می گفت حتی زنای ما باید استفاده از تفنگا را یاد بگیرند، چون ممکن افراد قریه بالا نیمه شبها سر ما حمله کنند.
تقریبا یک سال از ازدواج ما میگذشت. من 7 ماه باردار بودم. درد شدید پیدا کردم. وقت به کلینیک نزدیک خانه ما رفتیم، بعد از معاینه دکتر برم دوا داد. در اتاق تنها بودم که دروازه باز شد. دیدم مجید بود. لباس سفید دکترها را به تن داشت. گفت ما 6 ماه شده ایجا وظیفه گرفتیم. وقت دیدم تو آمدی صبر نکرده خواستم به دیدنت بیایم. ما با چادر که به سرم بود خودم پیچاندم. به او گفتم ما ازدواج کردیم و 7 ماه باردار هستم. دیگه به من مزاحمت نکو. مجید گفت صبرینا، اگه توان پیدا کردم که 6 طفلم داشتی تو را فرار میتم. اما حال منتظر موقع درست هستم. با گفتن همی عرف از اوجه رفت. ما بعد از رفتن او خیلی گریه کردم، اما هیچ چیز تغییر نکرد. دوباره به خانه آمدم. بعد از دیدن مجید عشقم نسبت به او تازه شد. 2 ماه دیگه هم گذشت. طفلم در خانه متولد شد. دختر بود. بعد از تولد طفلم تصمیم گرفتم به زندگی همراه شوهرم عادت کنم و هیچ وقت به مجید فکر نکنم. دخترم وقت 4 ماهه شد خبر رسید پسرای کاکایم با او خانواده که دشمنی داشتن صلح کردن. اما در بدل قتل که شوهرم انجام داده باید دخترش به پسر کوچک اونا بتن. خانم اول شوهرم 3 پسر داشت. فقط دختر 4 ماهه ما بود که میتونست معامله بالای او صورت بگیره. با وجودی که من خیلی چیغ و ویلا زدم اما کسی صدای من نشنید. دخترم به نام پسر او خانواده شد. گلم دشمنی برچیده شد و بعد از این قرار بود دخترم که هنوز خیلی کوچک بود دشواری ها و رنج ها را تحمل کنه. ما از ارائه که تلاش کردم ای پیوند لغو کردن نتونستم. از طرف هم وقت دخترم مریض بود باز به کلینیک رفتم و دوباره با مجید روبرو شدم. ای بار مام به مجید گفتم که هنوزم دوستش دارم و باید به من کمک کنه که دخترم از چنگ دشمنی ها به دور داشته باشم. مجید به من قول داد که مرا از این گرداب بیرون خواهد کرد. من هر از گاهی به بهانه مریضی و یا واکسین دخترم به کلینیک می رفتم و با مجید مشوره می کردم که چگونه از این همه مشکلات به بیرون بیایم. در این زمان 1 سال گذشت تا ای که فکر به سر ما زد و فرار را بهترین گزینه در حال حاضر دانستیم. یک روز صبح وقت در خانه به همه گفتم که میرم دختر را واکسین می کنم. به همی بهانه برآمدم. 1-2 جوره لباس دخترم هم گرفتم. با ترس و لرز از خانه بیرون شدم. در نزدیک کلینیک موتر مجید استاده بود. ما به موتر بالا شدم و مجید با سرعت تمام مرا از اون منطقه کشید. ما مستقیما به کابل آمدیم. مجید در یک منطقه کابل به ما خانه گرفت. یک مدت انتظار کشیدیم. خبر شدیم که شوهرم و برادراش فکر کردن که ما و دخترم او خانواده که همراهش دشمنی داشتن اختطاف کردن. از این رو همه خودم مسلح کرده و به خانه اونا حمله کردن. در این حمله شوهر ما کشته شده و 2 نفر از طرف مقابلم به قتل رسیدن. با وجودی که از شوهرم متنفر بودم اما این حادثه مرا خیلی ناراحت ساخت. ما باعث کشته شدن 3 نفر شدم. خیلی گریه کردم. حتی با مشکل روانی دچار شده بودم. مجید وقتی از کشته شدن شوهرم خبر شد ملائمان را خواست و نکاح کردیم. 8 ماه را در کابل سپری کردیم که پدر مجید با او تماس گرفت و گفت که همه خبر شدند که صبرینا را تو فرار دادی. از این رو پدر و برادران صبرینا و پسران کاکایش به دنبال یافتن شماستند. خانواده مجید از ترس برادرها و پدرم به کابل آمدند. همه پاسپورت گرفتیم و به هند رفتیم. وقت به هند رفتیم خود ثبت دفتر سازمان ملل کردیم.
قضیه ما بررسی شد و بالاخره ما را به بلژیم فرستادند. اینجا پناهنده شدیم. حالا دخترم 8 ساله است. میگن هنوزم خانوادیم در پایی هستند که سرنخ از ما پیدا کنند. اما خوشحال به ای هستم که حداقل جای هستیم که دست کسی به ما نمیرسه و مسئول هستیم. پایان داستان.